حساس‌تر شدن این رقابت در این ساحه شبکه‌های اجتماعی میتونن چه نقش مهمی رو بازی کنند؟ با سلام به شما. همینجور که گفتین انتخابات به دلیل اینکه خیلی نزدیک بوده و خیلی رقابت شدید هنوز و اختلاف سر آرا هست، شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر و فیسبوک تمهیداتی اندیشیدن که جلوی اطلاعات غلط رو بگیرن و دارن شدیداً این تمهیدات رو اعمال میکنن. در واقع تمام اکانت هایی که تعداد فالوور خیلی زیاد دارن، فکر کنم تو توییتر اعلام شده بود که بالای 100,000 فالوور داشته باشن، اگر اطلاعات غلط بخوام بدن در مورد انتخابات و نتایج انتخابات، اینها یک برچسب هایی میخورن، یا توییت حذف میشه یا برچسب میخوره. که در مورد آقای ترامپ دیدیم که یکی دو تا از توییت های ایشون یا مخفی شدن که باید روش کلیک بشه که دیده بشه، و همینطور نوشته شده که اطلاعات اضافه رو میتونید برید از یک جای دیگه دریافت کنید. در واقع توییتر یا همینطور فیسبوک حتی مخفی نکرده، فقط یک پیامی زیرش داده. اینها دارن در واقع میگن که این اطلاعاتی که ایشون داده ممکنه درست نباشه و باید برید اطلاعات از جای دیگه کسب کنید. منتها طرفداران خب آقای ترامپ هم از این وضعیت راضی نیستن. دقیقاً طرفداران آقای ترامپ شبکه‌های اجتماعی صاحبان اونها رو متهم به جانبداری از آقای بایدن کرده بودن قبل از این انتخابات. آیا نشانه ای از این می‌بینیم که این شبکه‌های اجتماعی ممکنه که به یک سمت متمایل باشند؟ اکثر کسایی که توی شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنن در کالیفرنیا هستن و کالیفرنیا خب ایالتیه که به دموکرات بودن معروفه، و از این جهت خب این اتهام بوده و شاید تا یک حدی بالاخره درست باشه، چون بالاخره ذهنیت افرادی که اونجا کار میکنن بیشترشون مخالف آقای ترامپ هستن. ولی در عمل این رو هم شاهد هستیم که خب آقای ترامپ از به قول معروف حرفای شعاری خیلی استفاده میکنه. در بعضی زمانها هم حرفایی که زده حرفایی بوده که تا حدی گمراه کننده بوده، بر همین خیلی سخته در این مورد قضاوت کردن. و در این انتخابات نزدیک میبینیم که از هر دو طرف اتهاماتی در این مورد هست. و نظر مردم چقدر الان داره به صورت مساوی منعکس میشه، یا فکر میکنید اونها هم ممکنه با سانسور مواجه بشه؟ کسانی من توی توییتر که دیدم، کاربرانی که خیلی فالوور دارن، کاربران عادی رو کسی جلوشون نگرفته و حرفشون رو میزنن، ولی کسانی که فالوور خیلی بالا دارن در چند مورد دیدم که پیامهایی که نوشتن در مورد انتخابات، در مورد نتیجه انتخابات مخفی شده از طرف شرکت توییتر، و پیام دیگری نوشته شده که اطلاعات بیشتر رو از جای دیگر دریافت کنید. در واقع توییتر داره به طور فعال جلوی اینکه به اختلافات در و اطلاعات غلط در مورد اطلاعات پخش شدن رو جلوشو داره میگیره که به قول معروف مردم گمراه نشن در این زمینه. دقیقاً یکی از نگرانی هایی که وجود داشته این نتیجه انتخابات بوده و اینکه ممکنه که باعث ناآرامی باشه در هر کدوم از گروه هایی که این نتیجه رو نپذیرن در میان مردم. چقدر فکر میکنید که شبکه‌های اجتماعی میتونه این نقش رو بازی کنه که در این سهمی نداشته باشه در دامن زدن به ناآرامی؟ نکته شبکه‌های اجتماعی خب بالاخره الان مؤثرترین وسیله ارتباطی در این دوران، مخصوصا در میان جوان‌ها، و به راحتی خب اگر اختلافات بالا بگیره شبکه‌های اجتماعی میتونن مؤثر باشن در اینکه خب اعتراضات خیابانی شکل بگیره. برای همین نقش شبکه‌های اجتماعی خیلی مهمه. سوال عمده در اینه که خود شرکت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی رو می‌گردونن آیا اینها هم باید دخالت بکنن یا نه، که این در این مورد جای بحث زیاده و نظرات موافق و مخالف زیادی وجود داره. آقای یحیی نژاد، اخیرا فیلمی در نتفلیکس ساخته شده به نام سوشال دایلما، که وقتی که ما این فیلم رو نگاه میکنیم نشون میده که بیشترین بحثی که در این فیلم میشه در مورد این هست که چقدر شبکه‌های اجتماعی در دوپارگی جوامع در جوامع کنونی نقش دارن. چقدر فکر میکنید این دوپارگی که الان در انتخابات آمریکا ما میبینیم نتیجه مشخص همین فعالیت شبکه‌های اجتماعی هست و آوردن اطلاعات برای آدم‌هایی که دنبال اون اطلاعات خودشون هستند؟ من شخصا بر این باور نیستم که شبکه‌های اجتماعی باعث شدن که این دوگانگی در آمریکا به وجود بیاد. این دوگانگی دهه‌های زیادی در آمریکا بوده و از دهه 60 70 شما بگیرید این دوگانگی رو می‌بینید. ولی خب این رو هم بهش واقفم که خیلی الان در این مورد تحقیق کردن که شبکه‌های اجتماعی
به نزدیک شدن عقاید کمک نمیکنه و متاسفانه در واقع اون اختلاف هایی که بودن رو تا حد زیادی تشدید میکنه و باعث میشه که افراد در مورد اون عقایدی که دارن حتی رادیکال تر بشن و در اون موارد مصرتر باشن. متشکرم از شما مهدی یحیی‌نژاد، کارشناس فناوری اینترنت از لس آنجلس با ما.